بر اساس این نظریه که توسط خمینی اعلام شد و توسط آذری قمی تصریح شد، همه ارزش‌ها و عبادات و وظایفی که تا قبل از آن مقدس، مرز سرخ و غیر قابل عبور می‌نمود، در مواجهه با این اصل رنگ می‌بازد. زیرا آنگونه که خمینی تصریح کرد، مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. و در جمله بعدی همین معنا رو چارمیخه میکنه که حکومت میتواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی رو جلوگیری بکنه. یعنی چی؟ یعنی طبق نظریه خودش وقتی پای حفظ نظام در میونه، میتونه هر حلالی رو حرام بکنه و هر حرامی رو حلال بکنه. و این همون منشأ این میزان دست باز داشتن و پتانسیل بی حد و مرز ولایت فقیه در خیانت و جنایت. خب گفتیم که این بیان صریح از جوهر استبداد مطلقه ولی فقیه خاص زمان خمینی نیست. در حال حاضر و به خصوص وقتی ولی فقیه قدرت مطلقه خودش را از جانب احمدی نژاد و باند اون مورد تهدید دید، یک بار دیگه آخوندهای جیرخوار خودش رو قطار کش به صحنه آورد تا اختیارات مطلقه و بی حد و مرز و بی قید و شرط ولی فقیه رو یادآوری کنه. و ولایت در مملکت ما، ولایت فقیه، حضرت آقا نه تنها به عنوان ولی فقیه رهبر جامعه در قانون اساسی اختیاراتشون اختیارات مطلق است و اصل چهارم قانون اساسی یک چتریه که همه شون رو زیر بر گرفته، بابا این حضرت آقای ما، مرجع بزرگ ما، مرجع میلیون ها مقلد در خارج از کشور و داخل ایرانه. در حاکمیت اسلامی هماهنگ کننده و سیاستگزار اصلی نظام طبق قانون اساسی ولی فقیه است و تخلف از فرمان او نیز در حکم تخلف از فرمان خدا و امام زمان محسوب می شود. مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به ولایت فقیه وابسته بوده و در واقع هر نظامی منهای ولایت فقیه طاغوت است. زمانی که مردم به یک رئیس جمهور رأی می دهند، آرای آنها عددهای صفر است و عددی که آن صفرها را معنادار کرده و به آن مشروعیت می‌دهد، تنفیذ ولایت و مقام معظم رهبری است. چنانچه ولی امر در مسائلی که مربوط به اداره نظام و سقوبه است تدبیری کنند، حتی اگر در قانون اساسی نیز ذکر نشده باشد، لازم الاجراست. اون که طبق قانون اساسی و طبق فقه ما مشروعیت کل نظام به ولایت فقیه، سه قوه وقتی مشروعیت دارن که امضای رهبری انقلاب پاشون باشه. اگر این امضا پاشون نبود، هیچ قوه ای اعتبار نخواهد داشت. بنابراین اطاعت از ولایت فقیه بر مسئولان هم تکلیف شرعی است و هم تکلیف قانونی بدون هیچ گونه تردید. چنین قدرت مطلقه و بی حد و مرزی حتی در سلاطین قرون وسطی هم به سختی میشه پیدا کرد، چرا که حکومت‌های مطلقه سلطنتی برای گرفتن جواز شرعی برای جنایت‌های خودشون ناگزیر از جلب حمایت حجت الاسلام و مفتی زمان خودش بودن. بنابراین و به همین دلیل یک دوپایگی در قدرت سیاسی و قدرت مذهبی، خواه ناخواه این دوپایگی محدودیت‌هایی رو بهشون تحمیل می‌کرد. اما در نظام ولایت فقیه با یک کاسه شدن این دو قدرت در شخص ولی فقیه، دیگه اون موظف نیست به هیچ کس جواب بده، به هیچ جا حساب پس بده. اگه همه مردم هم یه حرف بزنن، اون اراده برتره، اون اراده دیگه ای داشته باشه حتما خواسته باشه.